این قسمت میخوایم نشون بدیم چجوری دوچرخه‌تون رو با قد خودتون تنظیم کنیم، پس با ما همراه باشید. سلام، من محبوب هستم. اگه یادتون باشه تو قسمت‌های قبل انواع دوچرخه، کاربردهاشون و روش انتخاب یک دوچرخه با سایز مناسب رو با هم صحبت کردیم. اگه هنوز ندیدید میتونید از طریق لینک بالا برید و تماشا کنید. البته این لینک مخصوص دوستانیه که از یوتیوب ما رو دنبال میکنن. بعد از اینکه دوچرخه با سایز مناسب رو انتخاب کردید و خریدید، بلافاصله نباید سوار دوچرخه‌تون بشید و استفاده کنید، چون در اون حالت اصلا لذت نمیبرید از دوچرخه سواری. واسه اینکه نه زین و نه فرمونش با قد شما تنظیم نشده و یه سری تنظیمات نیاز داره. برای اینکه نشون بدم چه تنظیماتیه و چه جوری باید انجام بدید، از حمید میخوام که بیاد این ور دوربین و به من کمک کنه. ساده ترین روش تنظیم ارتفاع زین اینه که شما کنار دوچرخه‌تون بیستید، زین کاملا تراز با سطح زمین باشه و اونو تا انتهای لگنتون بالا بیارید. این میشه ساده ترین روش. اما اگه بخواید دقیق‌تر اونو تنظیم کنید، باید کاملا سوار دوچرخه‌تون بشید و رکاب رو در پایین ترین حالت ممکن قرار بدید، میشه ساعت 6. رکاب میاد تو حالت ساعت 6 قرار میگیره. زین باید توی ارتفاعی باشه که پاشنه پا به رکاب برسه، یعنی کاملا باید رکاب رو لمس کنه به راحتی، نه به سختی به پا برسه به سطح رکاب. وقتی که پاشنه رو روی رکاب میذارید، باید پاتون کاملا صاف و کشیده باشه اینجوری. حالا ما قرار نیست با پاشنه رکاب بزنیم، بهترین حالت و درست‌ترین اینه که با سرپنجه رکاب بزنیم. پهن‌ترین قسمت پا میاد روی رکاب قرار میگیره. در این حالت پا باید یکم زاویه ملایم، یعنی 10 تا 15 درجه تشکیل بشه و نباید صاف و کشیده باشه. به این اصطلاح میگن قفل شدن و اگر این حالت باشه به مفاصلتون آسیب ایجاد میشه. خب واسه اینکه بخوایم مطمئن بشیم که این روش درست بوده، باید دقت کنیم وقتی داریم رکاب میزنیم بدنمون به طرفین پایین و بالا نیاد. باید زین طوری تنظیم شده باشه که کاملا ایستاده باشه بدن و رکاب بزنیم به طرفین پایین و بالا نشه، چون در دراز مدت به ستون فقراتمون فشار میاد. خب این میشه راه های تنظیم ارتفاع زین. واسه ادامه توضیحات من میکروفون رو میدم به حمید تا براتون توضیح بده. خب اما بعد از اینکه ارتفاع زینمون رو تنظیم کردیم، محل قرارگیری زین یعنی جلو یا عقب بودن زین هم نکته بسیار مهمی که باید تنظیمش کنیم. اگه زین من بسیار عقب باشه، خیلی عقب باشه، من مجبورم به این صورت رکاب بزنم، یعنی موقعی که پای من اینجا میاد، موقعی که میخوام فشار بیارم به رکاب، اون انرژی که قراره به رکاب منتقل کنه خیلی کمتر میشه توی این حالت. و اگه زین حالا به همون نسبت خیلی جلوتر بیاد، یعنی زین اینجا باشه و من بخوام توی این حالت رکاب بزنم، موقعی که میخوام رکاب بزنم، ببینید فشاری که اینجا به زانو وارد میشه خیلی زیاده و در دراز مدت و در مسیرهای طولانی باعث زانو درد میشه. پس علاوه بر ارتفاع، محل قرارگیری خود زین هم بسیار مهمه. که حالا برای تنظیم کردن این قسمت، تنظیم محل زین، ما زین رو با رکابمون تنظیم میکنیم به این صورت که وقتی در حالت ساعت 3 رکاب قرار میدیم، رکاب طوریه که کاملا موازی با سطح زمین قرار میگیره. وقتی توی این حالت هستیم، باید این زانوی ما کاملا منطبق باشه، یعنی اگر من یه نخ بگیرم یا یه دونه خطکش بگیرم، کاملا میرسه به قسمت رکاب دوچرخه و به این صورت میتونیم این زینو تنظیمش کنیم. یعنی اگه زین جلوتر بیاد، ببینید اگه جلوتر بیاد، این نخی که من از اینجا تا رکاب میخوام بگیرم از اون قسمت نوک پای من رد میشه، یا به عبارتی از رکاب رد میشه، که این نشون دهنده اینه که زین جای درستی نیست. یا اگه خیلی عقب باشه به این صورت، این نخ که حالا اگه یک نخ فرضی در نظر بگیری، به سمت پایین میره و از رکاب رد میشه. اما نکته دیگه‌ای که باید مد نظر قرار بدید، نحوه نشستن روی زین و گرفتن فرمونه. ببینید اگه به صورت معمولی شما میخواید دوچرخه سواری کنید، مثل داخل شهر یا دوچرخه‌های شهری که اصلا اگه دقت کرده باشی فرمونه یکم بالاتر دارن، شما به این صورت دوچرخه سواری میکنید و یک زاویه حدودا 90 درجه بین بدن شما و آرنج شما
و دست شما به وجود میاد. اما حالتهای دیگه هم برای دوچرخه سواری هست، حالتهای آیرودینامیکتر که بیشتر برای مسابقات و دوچرخه سواری توی جاده این حالت ها وجود داره. اما برای این حالت شما دیگه نمیتونید این فرمون رو اینجوری بگیرید و اون حالت آیرودینامیکی خودتون رو اینجوری از دست میدید. یه سری فرمون ها هستن که حالا به این صورت باید به صورت جلوتر، یعنی حالتی که شما دستتون رو قرار میگیرید روی فرمون نگه میدارید کمی جلوتره، و شما موقعی که میخواید حالت آیرودینامیکی به خودتون بدید نباید صندلی یا زینتون رو جابجا کنید. ما گفتیم زین رو باید با رکاب تنظیم کنیم و برای تنظیم فرمون، تنظیم حالا نحوه گرفتن دو شاخ، بهتر فرمونمون رو تنظیم کنیم که با یک پیچ آلن و این کرپی که وجود داره حالا کمی بالاتر میتونیم بیاریم یا کمی پایینتر، یا کل خود فرمونمون رو تغییر بدیم که بتونیم حالتهای متفاوت و مختلف رو دوچرخه سواری کنیم. اینا تنظیمات کلیه که ما توی هر دوچرخه باید بلد باشیم بتونیم انجام بدیم و نسبت به ویژگی‌های فیزیکی بدن خودمون این تنظیمات رو انجام بدیم. یاد گرفتیم که چجوری زین و فرمون دوچرخمون رو تنظیم کنیم تا دوچرخه سواری لذت بخشتری داشته باشیم. اما اگه شما با دوچرختون مثل ما سفر میکنید، قسمت بعد رو از دست ندید، چون قراره توی این قسمت تمام لوازمی که برای سفر با دوچرخه مورد نیازه رو معرفی کنیم. بدرود.